سلام رفقا حالتون چطوره به مستر دکو خیلی خوش اومدید سریال جدیدی اومده با نام شریک جرم همراه با کیارش سر نگاه و عبدی هستیم من مهدی گنجیفرم و میخواستم که از این طریق خاموش شدن صدای بی نظیر شاهراخ شاهیدم تسلیت بگم و بگم جاش خالیه بین ما و دیگه اون صدا رو نداریم متاسفانه بریم و برگردیم درباره کار آقای مازیار میری بیشتر صحبت بکنیم میگم مینی سریال من نمیدونم چند قسمت سه قسمت هشت قسمت و نه قسمت شایعه بوده بریم و برگردیم بیشتر در مورد صحبت میکنیم مرسی آقا منم سلام عرض میکنم خدمت همه شریک جور کارگردانی آقای مازیار میری آقا این سریال در کل من خیلی خوش آمد یعنی خوب بود ولی جدا از اینکه یه باگ ها و یه سوتی داشت. یعنی شما اگه یه رو بیس دقیقه اول در نظر بگیری سم از زندان که میاد بیرون خوبه ولی مثلا اونجایی که محمد رضا مالکی داره نشسته بغلش با داره میبردش که تبلیغ قالیشویی شربت اغلی آها آه ببخشید دارن تبلیغ قالیشویی سلطی رو سه چهار دفعه میکنن آخرش هم که میبرن که همونجا نشون نشون میدن کجاست ولی چیزی که هستش بازیش به نظر من یه جوری خودش خوبه ها گیریم خوبه استایل خوبه تو آخر بازی خوبه ولی اول سن یه جوری داره صحبت میکنه انگار داره بچه مدرسه ای رو نصیحت میکنه اونم اومده ولی بازی محسن سجاده بابایی به نظر من خوب بود قابل قبول بود یه صورت یخ یه جوری تا اونجایی که میره توی اون پیش اونجا که با خانومش صحبت میکنه و اینا خوبه حتی اونجا که اصل هر هم میکشه باز میتونیم بگیم خوبه ولی بعد اون دیگه نه بعد اون خراب میشه به نظر من درود رفق امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه قسمت اول سریال شریکه جوم کارگردان آقای مازیار میری که هم تدوینگر هستن هم مجری ته فیلم های مثل سعادت آباد و حوزه نقاشی ازشون دیدیم نویسنده امیر عربی فیلم گاف صندوق و سعادت آباد و همراه با همین کارگردان نوشته و آقای همایون اسدیان تهیه کننده کار هستند که هم کارگردان و فیلم نامه هستند و هم تولید کننده و عکاس این عوامل که میبینم تب... توقع دارم یه اثر خیلی بهتری باش مواجه متاسفانه شری... سریال شریک جرم اصلا سریال خوبی نبود در قسمت اول دلیل دارم براش سجاد بابایی به نظر من هم بازیگر خوبیه همونطور که توی سقوط هم درخشید به نظر من از اینجا شروع کنم که اون خانومی که خانم سجاده بابایی بود اومد گفتش من از کجا بیارم بخورم شرایط مالی خوب نیست ولی تیپ قیافش اینو نشون نمیداد این از همون اول سریال این باگا شروع شد برای من وضع مالی خوبی نداشت سر و این شکلی بود دادهای خانم سارا بهرامی به شدت شبیه دوبله بود نه صدای بازیگری انگارشون داشت دوبله میکرد یه صدای دیگه ای رو و اصلا با باورپذیر نبود چقدر حرکت دوربین روی دست زیاد بود یعنی در اکثر زمان سریال دوربین داشت میلرزید فقط اینها نکاتی بود که زیبا نبود و علت اصلی همه اینها به نظرم یکی کارگردانی ضعیف و فیلمنامه فیلم ضعیفی هست که در ادامه بهش میپردازم درود میگم به دوستای خوبم و مخاطبای قدیمی و جدیدمون درباره اول قبل از اینکه بخوام راجبه خود سریال صحبت کنم میخوام صحبت راجبه آقای مازیار میری داشته باشم آقای مازیار میری و خیلی کارهاشو من دوست داشتم چرا؟ چون به نظرم توی انتخاب بازیگر دقت میکنه یعنی دقیقا بازیگرهایی رو انتخاب میکنه که خیلی به اون شخصیت ها میخورن مثلا حوزه نقاشیش رو من بارها دیدم و هر بار نتونستم کس دیگری رو جای بازیگرهاش تصور کنم یا سعادت آبادی یا بقیه کارهاش توی این کار هم به نظرم این کار رو انجام داده یعنی بازیگرها رو تا حدودی مناسب این نقش انتخاب کرده به نظر من سارا بهرامی نقش یک وکیلی که دل و جرأت داره حالا با اون نوع بیان دیالوگش و اون لحن و صدا اوکیه ولی حقیقت سریالی نبود که با شروعش منو به عنوان یه مخاطب جذب کنه قسمت اول خیلی تاثیرگذاره گذاره اینکه شما یه صحنه هایی رو نشون مخاطبت بدی مخصوصا با اولین سکانس شروع که بتونه همراهت کنه با من اینجوری باهاش همراه نشدم در ادامه به اون بخش پایانی هم حتما اشاره میکنم سلام به همگی و به طرفداران سریال شریک جون فکر میکنم الان اول اینکه خیلی زمان زودیه که بخوایم قضاوت کنیم یه قسمتی پخش شده که من 80 درصد باش موافقم حالا اینکه بخواد تو قسمت های بعدی همین روند رو ادامه بده یا نه رو کسی نمیدونه چون ممکنه برعکس بشه ولی اینکه بهتر بشه رو من بیشتر بهش امیدوارم شخصیت برات مشخص شد توی قسمت اول یعنی قصه ای بود که از میدونستی که چیه و دارن دنبال چی میگردن الکی دو سه قسمت نکشونده تا بخواد وارد ماجرا و بخواد بگه که قضیه از چه قراره و من فکر میکنم آقای, اص... آقای اسدیان و آقای میری کاری که انجام دادن با هم همیشه خوب بوده و این کارشون هم همین مدلیه من گیری میکنم بازیگرا رو خیلی دوست داشتم یعنی انقدر خوب و طبیعی بود که نه بود نه اونقدر بد بودش که مثلا باور نکنی گریم لباسش رو دوست داشتم چون الان با, با, توجه به کارهایی که داره میاد بیرون گریم و لباس همیشه خیلی خوب نبوده انگار بهش اهمیت نمیدن اما توی این انگار اینجوری نبوده بازی آقای بابایی خانم دهخانی و آقای شربافا دوست داشتم سارا بهرامی هم معمولا خوبه حالا هم کار بد هم داره ولی تو اینم خیلی نقشش برام باور پذیر بود و یه سری اوایل فیلم یعنی میخوام از نظر باگ حقوقیش بگم مرسی بچا صحبتتون رو شنیدم دمتونم گرم جای محمد و شیرینم خالی که نظرات بچه‌ها رو میپرسیدیم ببینیم که فعلا الان در حال حاضر فکر کنم دو نفرتون دوست داشتین دو نفر دوست نداشتین حالا بعد ببینیم که مخاطبمون چه نظری داره با کامنتاش میذاره این از ولی سریالی که الان ما دیدیم اولا که سریال برای من خیلی قابل حدس بود تا زمانی که بیاد و میخواست بره شو تست کنه قابل حدس بود من چند بار نگاه داشتم نگاه میکردم چندین بار گفتم الان این بهش گفت برو بیرون میخواد بکشتش تمام و زمان الان تو فکر نمی کردم خودش هم میخواد بکشه ولی مخاطب ما انقدر قابل حدس بود که گفتم لباس سفیدم پوشیده حتی که خو... حتی من فکر کردم بزنه تو قلبش گفتم لباس پوشیدم سفیدم پوشیده که خونه قشنگ معلوم شه ام... اینجا که قابل حدس بود قسمت اولم بود حالا معلومه که میخواد یه سری چیزای قضایی رو نشون بده که بعدا میتونید آقا اگه تمچین اتفاقی افتاد شکایت کنید و فلان و فلان من فقط یه نکته ای دارم خیلی از مخاطبا دوست دارن این سریال من فکر میکنم خیلی این مدل سریال دوست دارن امین شرباف تجربه سریال قورباغه رو داره که با قسمت اولش همین اتفاق در قسمت اول سریال قورباغه افتاد و مردم تو تهش پیگیری کردن و دیدن واو چه عجیب غریبیه یه ذره بعدش تمام بدیم چون که این تعلیق پر تعلیق نوشته توی توضیحاتش توی نماوا بعد بهش فرصت بدیم که ببینیم چه چیزی داره تیتراژا که خوب بوده نمیدونم ارزم به اون تیزری هم که براش فرستاده بودن بیرون خیلی خوب در کل باید صبور باشیم فقط همین امیدوارم که تو قسمت بعدی شما خوشتون بیاد ولی بازم فکر کنم نکات دیگه کیارش داره که اضافه بکنه آقای امین شربافت محصول محسسه 8 میلیمتریه هومن سیدیه و نوبت لیلی و سریال قورباغه و الانم اینجا و یکی دو جای دیگه هم ازش کار دیدیم علی سانیفر هم که از دوسته قدیمی منه پدره امین شهر و دوسته قدیمی منه و دارم هر جه هست خوب باشه با اینکه دو تا بازیگر خوبش اول فیلم برامون کشت احتمالا فیلم خیلی فلشبک زیاد داره بریم درباره این سریال بیشتر از کیارش بشنویم بچه به نظر من فیلمنامه کاملا فیلمنامه قابل هست همونطور که مهدی گفت و ضعیفی هست و چفت و بست هم اتفاقا نداره <applause> چیز خاصی هم برای ارائه نداشت برای من این سریال باید یک فیلم کوتاه میشد سریال دو قسمتی یا سه قسمتی میشد نهایتا و یا سریالی میشد که توی شبکه یک, یک یا چهار پونزده سال پیش بخش میشه نه الان با این سریالی که داریم میبینیم اینم دلیل دارم براش راجب فیلمنامه اصلا کشش نداره قابل حدسه آقای وحید میگید انتخاب بازیگر آقای وحید آقا رو شما آوردی آقا این این سیستم دیگه لوس شده برادر من مهران قفوریان و برداشتید آورد از جان طنز و جان جدی بازیگر جان طنز و مدت نکنید یه, یه ذره ریلکس باشید اینقدر نخواهید هیجانی کنید یا استعدادی رو کش کنید نمیخواد این کارو بکنید برادر من همه که محسن طلامندی و جواد عزتی نیستن که از یه جان دیگه بیان اینجا بشن ستاره واقعا داره مقایسه نکنید با هم آقای وحید آقا پور به شدت اصلا قابل باور نبود و خیلی بد بازی میکرد اون صحنه که داشت بازی میکرد به نظر من اون آقای وکیلی که اومده بود سرنش هم بالا بود با سارای بهرامی بود چه سم می بود ایشون بابا اصلا اصلا قشنگ نیست واقعا این نکات ریزی که توی سریال من هرچی چی نگاه نکته مثبتی نمیبینم ازش پسر دختر چیز پدر اون دختره هم که اون شکلی خورد زمین تا خونه رو دید بعد خونه رو دیوار اون شکلی بچا خیلی باگ داره یعنی ما اگه بخوایم دقیق اگر این سریال رو یه کارگردان خیلی خوب و عوامل خوبه با تبلیغ زیاد ساخته بودن میومدیم ازش ایراد میگرفتیم ولی چون ادعایی نداره من فکر کنم شما خوشتون میاد کما اینکه مهدی مثال زد با سریال قورباغه گفت آره اون سکانسی که گفتی روی قورباغه قشنگ بود همزمانیش با این ولی تمام عوامل دیگه هم مهمه که ما تو این سریال نمیبینم واقعا من دوست نداشتم. اول که دفتره تازه از پولم در بود هنوز تمیز نکرده بودن بعد اونجا رو هنوز باید بیان دوباره بررسی کنن و تمیز نکردن حالا اینجوری بوده ولی من در مورد آقای وحید آقاپور چرا مثلا علی مصفا رو قبول میکنیم ولی وحید آقاپور با اون نقش خیلی خوبش علی مصفا توی مگه تمام اون چند تا بهاره اوکی تنز بازی میکنه بعد میاد این ور توی سریال هفت جدی بازی میکنه من توی تمام اون چند تا بهاره صحبت که کردم علی مصفا رو اصلا قبول نکردم به عنوان بازیگر گفتم توی برنامه همین نظر راجع به آقای وحید آقاپور هم دارم یعنی دیالوگ‌هایی که داشت به امیکت استرسش رو میخواست نشون, بده ولی همش اون صدایی که سبک سب سب تنز بازی میکنه اصلا قشنگی نبود شاید به خاطر ممیزی هم... زره تو ذهنته آره دیگه قطعا جان عبدی تو فیلم تو فیلم سقوط هم وحید آقاپور بود خوب بود دیگه وحید آقاپور اصلا نمیتونست یه فرمانده عملیاتی اطلاعاتی باشه اونجا اصلا به نظر من نظرم خوب نبود تو سقوط آره اون نقشش در جان کپی از یه نقش یه نفر دیگه از من حضور ذهن ندارم بگم ولی در بیارم بهتون میگم آقای رهبانی آقای رهبانی دیگه که بیشتر از این عملیاتی ها بازی میکنه اون بیشتر بهش میاد تا میومد دیگه اون بازی میکرد بذارید من اول با کیارش یک چلنجی دارم که میگی قابل حدسه خب ما سر سریال مردا با هم گفتیم صحنه قابل حدسه اما درست درستش کردن قشنگ درستش کردن ما قرار یه روندی رو توی این سریال ببینیم که میگه مینی سریالی که منم فکر میکنم سه قسمت یعنی چیزی که بیشتر سه قسمتی بوده حتی اینکه جا برای فیلم هم داشته باشه آره منم موافقم برای اندازه یه فیلم خیلی خوبتر میشد ولی باید باز هم ببینیم که توی روندش چی رو میخواد به ما نشون بده و اینکه امیدوارم معنی باک هم دیگه هم همون بدونیم دیگه دوستان که معنی باک چیه این سریال باک نیست اینکه مثلا حالا خونه رو دیوار باک نیست نشون داده مثل به قول خرسی رو دیوار یه دفعه خیلی طبیعی بود صحنه که به اون خانم دهخانی شکلی به خودش شکلی کرد طبیعی بود بعد اینکه ببینید قصه ای که قراره بره ج... قابل حدس اما جدیده. یعنی من توی هیچ چیزی نیده بودم که شریک جرم یه جرمی رو بخوان وکیل اون پرونده بزنن این برای من تازگی داره و در مورد وکیلی که گفتید اومد اون آقای که سم بود کیارش دقیقا بعضی از وکیل های آقا هستن به همین اندازه سم به همین اندازه یعنی واقعا یه جوریان. واقعا چندشن حتی این و خیلی خوب سرکت نشون بده که من خیلی باور کردم نقششو آقای مرتضایی که اومد گفت میخوام ازت شکایت کنم حالا اومد در عقب من دیگه نمیدونم دادخواستا هنوز رو کاغذ میدن یا نه چون خیلی وقت دیگه کاغذ منسوخ شده از طریق خدمات الکترونیکی دارن این کار رو انجام میدن حالا اینم بازم بمونه اما اینکه داره یه داستان جنایی رو داره مطرح میکنه یعنی یه گره حقوقی و جرم داره و اینکه من دنبال سوتی میگشتم و خیلی دقت میکنم ولی نه اصلا نداشت یعنی تا اینجای کار چیزی نبوده که بگم باک داشته اشتباه کردن خیلی خوب تحقیق کردن در مورد کاری که میخواستم بنویسن و فکر میکنم فیلمنامه اصلا این نیستش که کشش نداره اتفاقا کشش داره و میدونم که چیز خوبی اتفاق میفته باز هم که دیگه همه خوب نگاه خواهش میکنم ازت یک بار دیگه سریال ببین مگه میشه تو اینجوری نظر راجع به سریالی که حتی میزان سن هم بهش رعایت نمیشه یعنی من با حرکت دوربینو که توضیح دادم ببین کلا توی ویبرس دوربین رو دست میزان سن زیبایی هم نداره صدا برداری یه جا خرابه دختره میگم وضع مایه خودم لباس شیک میپوشه بعد شما می یه ژانر جنایی ببینیش ببینیش من یه جنایی ازار میبینی نشون بدم خب نون ندارم بخورن که تنشون نه یعنی چقدر میارزه این دلیل نمیشه که اون دختر حالا با توجه به چیزی که بوده قراره که یه داستان خیانتی هم باشه معلومه به سر و شکل و ظاهرش میرسه اصلا چه ایدادی داره این 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 نکتش بود. یه, یه بود ببین یه بود شما داری ژانر جنایی میبینی ولی هیچ پرسد تصویر جنایی نمیبینی یعنی اینا همه میشه جزئیات کار که به نظر نمیبینی. بعد بازی بازی وکیله که داری میگی بازیشو گفتم سم بود یعنی نوع بازی کردنش زیبا نبود شخصیتشو کاری بازیش اصلا قابل باور قابل باورپذی نبود یعنی لحن بیان دیالوگ ها که شما احساس میکردی این آدم داره بازی میکنه ببخشید احساس میکردین آدم داره بازی میکنه فکر نمیکردی واقعیه درگیر این بازی ها وقتی میشین و همگنی یعنی من خوشم نمیاد میگم آقا این کار خودش خوب نکرده واقعا م بر که راجب اون آقای وکیل بگم همون بازیگر حوزه نقاشی هستن که همسر اون خانم مدیر مدرسه بودن و من همیشه ریتم بازیاشون همینطوریه همین, همین حالت رو داره ولی من نمیدونم چرا خوشم میاد از این مدل لحن و حرف زدنش برام جالبه ولی من احساس میکنم داره یه داستانی رو به ما نشون میده که میتونه با داستان ما رو همراه کنه یعنی یه رمزی رازی توی داستان هست که اصلا بازش نکرد هنوز برای ما توی قسمت اول بازش نکرده ولی برای ما رمز و رازش گذاشته ولی مستند تور بود میتونست کم سمیمیتر حالا شاید هم اصلا سوژه سوژه یه که نمیتونه خیلی به ما کار سمیمی نشون بده ارائه بده ولی میتونست یکم شخصیت ها رو به ما بیشتر معرفی کنه یکم ما رو با شخصیت ها بیشتر همراه کنه مثلا اون جایی که بچه اون خانومه وکیل با داشت, داشت باش صحبت میکرد یکم سریال به نظر من ریتمش دوست داشتنی تر شد اینکه ما یه چیزی از پشت پرده شخصیت های بیرونی اینا بتونیم ببینیم و بتونیم با این داستان همراه بشیم ولی چیزی که من میتونم بگم اینه که فکر نمی کنم به نوبه خودم به شخص خودم سریال باشه که دوستش داشته باشه با اینکه قضاوت راجع زوده ولی کلا فکر نمی کنم سریال باشه که من دوستش داشته باشم چون در کل مجموعه بازیگراشون برام بازیگرای دلچسبی نیست یعنی الان در حقیقت با قسمت یکی که اینقدر تعلیق داشته و یه سری چیزا هنوز مجهوله نمیکشه شما رو ولی من میگم من میگم ولی من میگم مخاطبه که مخاطب عامی هستیم خیلی یا دوستش داره این سریال یعنی تا... میدونید ما الان داریم دنبال این میگشتیم که بابا یکی یه نفر بیاد این مدلی بکشه خوندون کسی رو پاره نکنه بشن به پاشه رو دیوار تیره منطقش تیر میخوره تو سر بعد به پاشه تو دیوار از این بر. خب بعضی با چاقو میزنن خوندون یارو میپاشه رو دیوار در لحظه یعنی همونجا این اتفاق میافت بعدش هم میگن که چی بگیر میخواد میگن دمتون میگن فش دادید و دیدید خب من اول با سهر مخالفتی میخوام بکنم ببین این چیزی که تو داره میگه سهر جان باید شیش قسمت هفت قسمت ببینی مثلا بعد تو بگی که مثلا میتونستم بیشتر با این آدم مثلا با کرکترهای فیلم تو رو میامد همراهی آشنا میکرد و نکرد قسمت اولش هنو چیزی مشخص نیست بچه ها علی رو که من اول فکر کردم و فکر کردم بهزاد به خلجت گیریمش کردن اول بعد یه ذره که رفتم تو فهمیدم نه اون نیست ببینید سجاد بابایی بچه فیلم کوتاه جنایت هم بازی کرد و فیلم سوزنا هم حتی بازی کرده به غیر از سریال سقوط بعد بچه واسه اینجور کیس هایی که تو میدونی شوهر از زندان مسئله طلقه تو نمیری بیرون کلیدو بذاری رو در حد اقل کلیدو بر میداری این حالا میتونه چیز بشه و بچه این همه صحبت کردین در حاله کسی که باید صحبت کنی نکردین بابای دختره که مرد بابای بود تو حسیت شدی که زردش کرده بودن این سری اون نبود دیگه زردش نکرده بودن همون بود بهتر هم بازی میکرد واقعا بعد ارزم به حضور شما که محتاب ثروتی هم که میاد از اون نقش قبلیش بهتر بود کی که معتاد بود میدوید و ارزم به حضور شما که تقریبا همه چی دیدی چه جوری افتاد زمین یعنی اون صحنه رو بذار دوباره نگاه کن بعد میفهمی که چه بازیگریه شو چاهکاریه واقعا نمیگم چه بازیگریه میگم نقشش از اون یکی بهتر بود من بین بد و بدتر انتخابم بده یعنی <تصح> به م... نظر شما بازیگر با این سن چه جوری باید میخورد زمین یه دفعه پای آدم خالی میکنه دیگه <تصح> چه جوری باید تاپاله باید بخوری زمین دیگه نمیدونی حالا سنت نه خوش میگه می داشت فلان حالا به هر حال باید اونجوری میخورد زمین بازم بهتر از این که میگن که یه بازیگری نمیتونست بدوه توی سی تمرین نداشت بعد میگن که کامنت داشتی میگفت از کجا میدونی شاید ایشون عادت ماهانه بوده شاید پریود بودن ایشون تو این سریال گفتم داریم همچین چیزی رو فکر کن مثلا المپیک المپیک خانوما میرن یه خانومی طبیعیه یه پریود میشن تو المپیک یا من نمی مسابقه نمیدم بچه شرمنده خوردم به حریف اسرائیلی مسابقه نمیدم اینجوری بود ولی به حال خوب بود بازیگر با اون سن و سال به نظر من خیلی خوب بود بچه هنوز خیلی بازیگر نیومدن به ناز جعفری تو نیسان آبی داره تنز بازی میکنه میاد ارزم به حضورتون که علی مصفا هنوز نیومده خیلی بازیگر هنوز نیمدن بذار بیان اونا هم ببینیم چی ولی به عنوان بچه یه آهنگی هست مثلا گوش میدین دو تا آهنگ از ابی نمیدونم یه آهنگ از داریوش اوورتورای اولش رو گوش میدین تا ته موزیک میرین بعضی از آهنگهای خاطر انگیز بزرگ آهنگ ناتینگرس ماترس متالیکا تا اولش گوش میدین و چه موسیقی گوش بدم تا آخرش این سریال استارتر خوبی داشت قبول دارین این سریال نه. استارتر خوبی داشت. برای عموم دارم میگم نه برای شخص کیارش نه برای شخص سهر برای عموم دارم میگم این سریال استارتر خوبی داشت کسی که دوست داره الان نمیدونم چرا خوی مردم ما یه ذره چیز شده دیگه شیرین با اون آرومی در پیش خود ما دوست داره انگوش قط کنه نیست غیبتش هم داری میکنه دوست داره ان... آقا بزنه بپاش انگوشتا رو خورد کنه بیا الان دو نفر کشته شدن اول سریال تو د... اول شگم میگه واو من همینه که میخوام و بازم باید اتفاق بیفته میگه چی میگم استارتره خوبه ولی ما هم خیلی داریم فنی بهش نگاه میکنیم ما اومدیم میگیم ما مخاطب عام میم دممون گرم مخاطب عامی که میام یه فیلمو نگاه میکنیم برای من مخاطب عام لذت داشت گفتم واو من پتو اینجا بود ور نمیداشتم پتو رو هرو خودم که داشتم سریال میدیدم بعد که با این حال که تیز کرده بودم و حدسش رو زده بودم نگاه می گفتم الان باید یکی باید اینجا بمیره ولی نمیرسم دو تا باید بمیره وقتی که زنه رو کفت گفتم خودشم میزنه خودشم زد بریم نگاه بگو چیه ببین سهر منم هم مورد علاقه واقعا هیچ کدومشون توی این سریال نیستن یعنی حتی سارا بحرومی ها که همه دوست دارم من زیاد نیستم باهاش اما تجربه بهم ثابت کرده وقتی که میان بازیگری محبوبم رو دنبال میکنم تو زغم میخوره زده حال میخورم و سعی میکنم بازیگرای دیگه ای هم بهشون علاقه من بشم بازیشون رو ببینم به بیانصافی اگه بگیم توی این قسمت و اون چند تا بازیگری که اومدن و ما دیدیم خوب بازی نکردن حتی همین وحید آقا پوری که میگی خوب نبود و نظر من خیلی خوب داشت بازی میکرد نقش یه آدم عوضی رو دقیقا داشت بازی میکرد من ازش باور کردم اینو و اینکه حالا اون پدر اسم دختر چی بود ندا اونم بد نبود این بازی ها خوب بود تا یه حدی شخصیت ها رو داشت نشون میداد حالا با توجه به رفتاری که خودشون داشتن و با دیالوگ اطرافیانشون که مثلا ما داشتیم شخصیت اون خانم وکی رو اگه اشتباه نکنم میترا بود و از طریق صحبت های پدر شرباف داشتیم میشینیم آقای سانیفر از اون داشتیم مثلا میفهمیدیم که چه جور آدمیه و اینکه خیلی زوده برای اینکه بخواد شخصیت کامل شکل بگیره حداقل سه قسمت میخواد اگه این مینی سریال مثلا 6 7 قسمتی باشه حتی سه قسمتی باشه ما قسمت دوم بدونیم چند قسمتی میتونیم تصمیم بگیریم بگیم که این خوبه یا بده اما الا خیلی زوده و اما با قاب دوربین به قول تو کرش منم خیلی مشکل دارم دو قاب دوربین منظم نبود تمیز نبود این از نظر من اینجوری بود اما بقیه چیزا خوب بود و یه کلیشه‌ای هم که آهنگای صدای آقای ابیدی که تو همه فیلم‌ها هست دیگه اینم یکم دیگه چیز میکنه اذیت میکنه ولی در مجموع میگم 80 درصد باش اوکی آره حالا نمیدونم چی شده که ن... ندارم موزیک بذارم و شاید اون معنی اون موزیک شما گناهی ندارین تمام کات رفت و صحنه بعد تو اون پس زمینه یه, جورایی دیگه, دیگه, دیگه صداش هم خیلی زیر میندازن که دیگه معلوم نشه ولی هنوز کار میکنه بلد کار کنه ببینید من میخواستم بگم که اون وکیل عوضیه یه جوری بود به من میخواستم بگم چرا اون مثلا وکیل عوضیه باید یه قیافه تاقوتی داشته باشه کراواتی بود کراوات زده بود آره یه قیافه غ... تاغوتی با کراوات باید باشه که قانون میدونه به آدم عوضیه خب این یه کلیشه بعد اونجا که ابی گوشته میگه پاپ میخوای راک میخوای سنتی میخوای بعد غروب پاییزه میذاره چی میگه اونجا که مهدی گفتش که اینجا دو نفر رو میکشه من کاملا برای این فکر بودم که خودشو رو میکشه انقد مثلا یارو عاشق زن است خودش رو میکشه بعد مثلا شریک جرم حالا چی میشه مثلا از این میشه فکر نمیکردم جفتشونو بزنه ولی وقتی دختر زد گفتم خودش میکشه دیگه سپاسگزارم پس بذاریم برای قسمت بعدی ببینیم که چه ولی به نظرم سریال کشش داریه. حتما نظرات سحر و کیارش هم کاور میکنه خیلی ممنون دمتون گرم بریم ببینیم که به کجا میرسه مخاطبمون چی میگه من فکر میکنم مخاطب ما دوست داره این سریالو دمتون گرم اومدین مرسی میدونم با وجود خستگی فراوان باز اومدین و این برنامه رو تولید کردین مرسی از سحر نگاه عبدی و کیارش شب روزگارتون خوش